خبرهای عاجل به نام خداوند بخشاینده مهربان. وقوع دومین انفجار در غرب کابل. فردوس فرامرز سخنگوی پلیس کابل وقوع انفجار در صاحب پل سوخته را تایید کرد و گفت که در این حادثه یک موتور مسافربری نو تونس هدف انفجار ماین قرار گرفته است. با گفته او این انفجار حوالی ساعت 7 شام امروز پنجشنبه 13 جوزا در منطقه پل سوخته از مربوطات ناحیه ششم پایتخت در نزدیکی چهارراهی عبدالعلی مزاری شهید وحدت ملی رخ داده است. او گفت که تاکنون از این انفجار دو زخمی به شفاخانه انتقال داده شدند. فرامرز افزوده که در این رویداد یک اراده موتر نو سراچه نیز آتش گرفته است. این دومین انفجار است که امروز در غرب کابل رخ داده است. ساعت قبل نیز در جاده عمومی چارقله از مربوطات ناحیه ششم شهر کابل یک موتر تونسف مسافربری هدف انفجار قرار گرفت که آن 4 نفر کشته و 4 نفر دیگر زخمی شدند. این در حالی است که در این اواخر انفجار و ناامنی در پایتخت به ویژه در غرب این شهر بیشتر شده است. شامگاه روز سه شنبه دو انفجار پای هم دو موتر مسافربری نو کاستر را هدف قرار داد که در این انفجار نیز 10 نفر کشته شدند. مسئولیت این انفجارها را تا کنون هیچ گروه به عهده نگرفته است. اعضای مجلس نمایندگان از حکومت می خواهند که امنیت مردم غرب کابل را جدی بگیرد. آنها تاکید کردند که اگر حکومت قادر به این کار نیست آن را به مردم واگذار کند. این در حالی است که اسپوتنیک می نویسد لحظات پیش در پل سوخته شهر کابل انفجار صورت گرفته است. با گزارش اسپوتنیک حوالی ساعت 6:30 شام امروز در پل سوخته شهر کابل یک موتر تونس و سراچه توسط ماین چسبکی انفجار داده شده است. آتش سوزی جریان دارد. امبولانس ها زخمی ها و کشته شده ها را در حال انتقال به شفاخانه های محل است. تا هنوز جزئیات رسمی از آمار تلفات این انفجار در دست نیست، اما به گفته شاهدان عینی شمار تلفات زیاد است. با تشکر که تا آخرین ویدیو همراه ما بودید. منتظر پیشنهادات و انتقادات سالم شما هستیم. منتظر جزئیات مکمل این اخبار از چینل ون اسمارت باشید. تا ویدیوی دیگر، بدرود.